د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د ستاندارد ملي ادارې د نوي رئیس معرفي غونډې ته وینا کوله پر طالبانو نیوک وکړه چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي. سرور دانش وایي طالبان په مختلفو بهانو د سولې مېز ته نه حاضرېږي او سیاسي حل ته غاړه نه ږدي. گروه طالبان به بهانه های مختلف تا هنوز از میز مذاکره و پذیرش رای حل سیاسی مسالمت آمیز شانه خالی میکنند و بر حملات نظامی و ترور و خشونت مخشوری دارند. نموړی وایي چې اوس ټوله نړۍ پوهیږي چې د سولې مخالفین او د سولې پلویان څوک دي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي دوی له پایداره سولې ملاتړ کوي خو په هیڅ صورت اسلامي امارت او افراطیت ته نه تسلیمیږي. از عزت و آزادی، از نظام و از جمهوریت، قانون اساسی و دستاوردهای بسیاری جمهوریت دفاع میکنن و به هیچ صورت تسلیم افراطیت و امارت نخواهند شد. اما براستی همه ما همچنان از یک صلح عادلانه و پایدار و از مذاکرات سیاسی و جستجوی راه حل مسالمت آمیز و مشارکت عادلانه همه جوانب به طور جدی استقبال می‌کنیم. په دې غونډه کې د ستاندارد ملي ادارې د تیرو فعالیتونو په اړه هم خبرې وشوې او چارواکو پر پالیسیو د بیا کتنې غوښتنه وکړه. جدا می‌خواهیم که پالیسی ها، پلان ها مخصوصا در زمینه های نظارت و تطبیق باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد. که ستاندارد نه تولید او عرضه، تولید او هر شی چې دی هغه ټول د خلکو د ژوند د تهدید سبب ګرځي، نه تنها چې د اقتصاد د ژغورنې یا د غوړونې سبب ګرځي. که چېرته ستاندارد ته توجه ونه شي، تاسو یې وظایف او مهم ارزښتونه تاسو بیان کړل، زه هغې ته نه راځم. استفاده مؤثر از تفاهم‌نامه های همکاری دو جانبه و چند جانبه که بین اداره ملی ستاندارد و کشورهای همسایه و منطقه تا اکنون عقد گردیده است و همچنان عقد تفاهم‌نامه های جدید دو جانبه و چند جانبه با ادارات ملی ستاندارد کشورهای همسایه، منطقه و جهان. د سولې خبرو ته د نه حاضرېدو له امله پر طالبانو د سرور دانش دغه نیوکې داسې وخت دی چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو د ازادولو تر څنګ د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې توافقنامې بشپړ عملي کېدل غواړي.